خب با سلام دوباره خدمت دوستان، من این جدول رو ساختمش، امیدوارم شما هم رو ساخته باشید. من این ذخیره میزنم، ببینید بوندسلیگای آلمان میزنیم، اونجا ذخیره میشه. خب بریم سراغ گزینه بعدی. این چک باکس ها هستن، یه دونشون رو میسازیم، یعنی دوتاشون رو میسازیم، بقیه رو داریم واسه خودتون دونه دونه بسازید. دوباره مثل همین من تکرار میکنم، تکرار و مکررات نمی کنیم، فقط یکی دوتا میسازیم به عنوان نمونه، بقیه رو خودتون میزنید. بازی و برد رو میزنیم. خب بریم سراغ گزینه بازی. اینجا مینویسیم اینپوت، میتونیم از این همین چیا بالایی استفاده بکنیم، از این اینپوت های بالایی. یکی از این کالرها رو من میارم، کپی پیستش میکنم همینجا، لیبلش رو. فقط بعد اینجا لیبل و چی رو با هم عوض بکنیم، لاجا لیبل و اینپوت رو با هم عوض میکنید. این بیار این رو هم نیازی نداریم، ورش میداریم، جا لیبل و اینپوت رو با هم عوض میکنید. فقط کلاس کالرش هم ور میداریم، نام خب چک باکس نوش، آیدیش رو میذاریم برد، این رو هم میذاریم برد و این هم برد. فقط ولیو نداره، ولیوش به این شکل در میاد که اینجا می نویسیم که از تابع چکید وردپرز استفاده می کنیم. چکید اینو قبلا توضیح دادم، این تابع رو مقدار اولیه رو اینجا می نویسیم، اینجا اینستنس بورد، اگه بورد برابر با آن بود مقدار چکید رو تو خروجی واسه ما می نویسه تا این تیک بخوره. بعد در اینجا هم تکرار میکنیم این رو، فقط اینجا می نویسیم بورد و اینجا می نویسیم که همین خودش گزینه خودش رو میتونید ایف بذارید که اگه چه بود برابر آن یا آف بشه، زیاد مهم نیست. اینجا فقط برد، این هم از این گزینه. فقط این بالا چون میخوایم به صورت پیشفرض تیک داشته باشه، بالا اینستنسش رو می نویسیم که ایف ایس ست. قبلا توضیح دادم این حرکت رو واسه چک باکس ها، اینستنس برد اگه اینست نبودش، اینستنس برد برابر باشه با آن، چون بخوام به صورت پیشفرض تیک داشته باشه، وگرنه اینستنس برد برابر با یعنی ببخشید اگه این چی نشده بود به صورت آن بشه، وگرنه همون میشه آف دیگه، همون خالی میتونه مقدار خالی توش ذخیره بشه. اگه وجود نداشت به صورت پیشفرض برد رو بذار توش، میتونم یک متغیر بسازیم، اسمشو مثلا بذاریم برد، این حرکت بهتریه. برد برابر است با آن، وگرنه برد برابر است با اینستنس برابر است با برد. خب فقط باشد اگر تعریف نشده بود برد برابر است با این، باید برد رو میاریم اون پایین می نویسیم، که اون چک باکسی که اون پایین داشتیم اینجا قرارش میدیم. خب این از این گزینه‌مون، یه کپی پیستش میگیریم واسه گزینه بعدی. فقط گزینه بعدیمون نیازی نیستی که مقدار پیش فرض بهش بدیم که حتما تیک داشته باشه چک باکسمون و گت فیلد آیدی بورد و
کنم گزینه بعدی بازی بود. نه بازی بود این اولی، ما اسمش رو گذاشتیم برد، اسمش رو عوض باید بکنیم. میشه بازی. میرم بالا من اسم این رو عوض کنم، اسمش رو بذاریم بازی. ببخشید مشکل میداد، غلط املایی شد. بازی 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 و درست شد. بعدی میشه برد. فقط کافیه اینجا هم به جای این اینستنس می نویسیم اینستنس برد. همین پایین این را میکنیم بازی. این را می نویسیم برد. هم خب همون قبلی است که میشه بازی. خب اینو ما یه لحظه چکش میکنیم خود تو خروجی ببینیم چه جوریه ماجراش. هر دوتا که یه لیبل خوردن تا اینجای کار، فکر میداریم تیکش رو بر میداریم، این رو تیک میداریم، تیکش رو بر میداریم. خب ما میخواستیم به صورت پیشفرض تیک داشته باشه، جدول لیگ دیگه اضافه میکنیم. میکنم باید رفرش کنیم که بتونیم ببینیمش. این رو هم من پاک میکنم، یک رفرشی میزنم، سفر رو رفرش میکنم. جدول لیگ اضافهش میکنم. خب بله بسطوره پیشفرزم تیک داره، فقط اینجا نامشون رو باید عوض بکنیم. رنگ کادر نوشته میشد بازی و این یکی میشد برد. بقیه رو هم مثل همین برد کپی پیست بگیرید بیاید جلو. تا فقط کافی همین برد رو کپی پیست بگیریم واسه بقیه‌شون، چون به صورت پیش‌فرض نمیخوایم تیک داشته باشن و فقط نامشون رو عوض کنیم. میرسید مساوی، باخت، گل زده، گل خورده و تفاضل. این جلسه هم همینجا به پایان میرسونم.